و بخش آنلاین آواز افغانستان خوش آمدین. خدیجه سادات میزبانتان هست. دوستای ما که از یاورای برنامه آواز افغانستان سوالات داشتن در فیسبوک و توییتر، خوشبختانه ما هم عبیجان جوینده را اینجا با خود داریم و شمایی که سوالات از عبیجان جوینده داشتین، عبیجان جوینده هم اینجا در کنار ما هست، سوالاتتان را به بسیار شوق و علاقه جواب میده. فیصل مجیدی از عبیجان جوینده سوال کردن که اولین آهنگتان که با موسیقی شروع کردین امولزه چی احساس داشتین؟ زمانی من موسیقی شروع کردم البته صرف من می نواختم اکوردیون، تمام آلات پرده‌ای رو می نواختم، زیاد جرات نمی کردم بخوانم. شاید اولین باره که خواندیم خودم اونقدر گوش شنوایی بسیار خوب نداشتیم، زیاد کیف کردیم وازیست، زیاد احساس خوب داشتیم که می تونم بخوانم، آواز رو دارم که میشه روش کار بکنم. خواب آدم لذت میبره وقتی که خود آدم احساس کنه که میتونه بخونه یا اگر آرزوی نواختن داشته باشه بتونه بنوازه، احساس بسیار فوق العاده بوده. عدی جان از عبیجان جوینده سوال داشتن که آیا ازدواج کردین؟ اگر ازدواج کردین ثمر ازدواج چون چند طفل است؟ بله ازدواج کردیم، البته سوال بارها جواب دادیم. من یک پسر دارم یک دختر، پسرم 13 ساله است، فرتاش است نامش، دخترم 12 ساله است، ناروان نامش است. عبدالله جان یک سوال کردن، یک سوال بسیار جالب، یقیناً که همگی در زندگی خود قهر میچن، اما فکر نکنم عبیجان بسیار یک آدم خنده‌روی است و یک آدم بسیار خوش اخلاق هستن، فکر نکنم که هیچ وقت قهر شد، اما مطمئن هستم قهر شدن. این که قهر شدن آخرین بار شد، عبدالله جان خواست پرسان کنه که آخرین بار که قهر شدن چی وقت بوده؟ بله من فکر میکنم در ترکیب زندگی هم ما شما شامل است، قهر شدن، خوش بودن، آرام بودن. بله من یک آدم نرمال است، قهرم میشم، خوشم میباشم، نیشک نیست. انسان هر چقدر احساس باشه همقدر زودتر قهر میشه. من همقدر که همیشه در بین دوستا و رفیقا خوش هستم، خنده میکنیم، شوخی میکنیم، بعضی وقتا که بعضی چیزایی که ناراحت بسه قهرم میشم. صابر جان سادات از عبیجان جوینده پرسان کردن که از بین آهنگای کدام آهنگت زیاد دوست داری؟ از بین آهنگای من آهنگ با من بمان فعلا زیاد دوست دارم. شاید آهنگای دیگه بتونم، امیدوار هستم که جور بکنم که وارم بیشتر دوست داشته باشم، اما فعلا آهنگ را که لحظه خودم در تنهایی اگر قرار باشه که آهنگ خود زمزم بکنم، آهنگ با من بمان است. الا ای عشق دف میزن خدا را. ابوذر از عبیجان جوینده پرسان کردن که از فامیل شما چند نفر آوازخوان است؟ از فامیل ما تنها صرف خودم آوازخوان هستم، کسی که آواز نمیخونه، البته به نوع عرفوی نمیخونن. آوازخوان هر کس میتونه پیش خود زمزمه بکنه، در اعضای فامیل ما همیشن. خدا بخش پدرجانم زیاد علاقمند موسیقی بود و همچنان علاقمند بسیار سرسخت ادبیات بود، موسیقی را زیاد دوست داشت و زمزمه میکرد، من همیشه دوست داشتم زمزمه از اینا رو بشم، اما عرفوی هیچ کس در فامیل ما کس نمیخونه. از غرجان از عبیجان جوینده پرسان کردن که شما ادبیات و موسیقی بسیار با هم رابطه نزدیک داره که اردوش بسیار خوب بلد هستین و بسیار خوب آموختین، از بین ای دو ادبیات و موسیقی کدامش از زیاد دوست دارین؟ آموختن زبان یکی از شوقای بسیار قوی بوده برای من که من بسیار آرزومند بودم همیشه که زبان‌ها را یاد بگیرم. زبان خود آدم شروع میکنه از زبان خود، همیشه که زبان خود خوب بیاموزه به نحوی که لازم است. ما هم تلاش کردیم که زبان مادری را یاد داشته باشم و مسلط باشم بالش، و به خاطر که در موسیقی ادبیات بسیار یک عنصر مهم و بسیار عنصر رقم ستون فقرات است، من فکر میکنم که دمی راسته موسیقی زمانی که عشق کار کردیم، چون بیشتر سر کار داشتیم با ادبیات، با مطالعه اشعار، به خاطر دمی راسته من هنوزم در آموزش هستم و هر دویشان علاقه دارم، چون یکیش لازم ملزومه دیگه است. یک علاقمند دیگر رو به جان جوینده پرسان کردن که شما در کدام کشور زندگی میکنین؟ من در انگلستان زندگی میکنم، در شهر لندن. رفیع الله جان از عبیجان جوینده پرسان کردن که آیا در زندگیتون عاشق شدین و بزرگترین آرزویتون در زندگی چی هست؟
بجواب هزی سوال باید بگم که واضح هر انسان ایج انسان بدون عشق فکر نکنم زنده بانه و انسانی که فکر میکنه که بدون عشق قسم فکر نکنم بسار طویل مدت بتنه به زندگی دامه بتنه و حتما او آدم دست میزنه به خودکشی به او خاطر انسان همیشه باید عاشق بانه من هم عاشق هست و همیشه عاشق خواهد ماندم و عاشق من از بسیار گپای زندگی بسیار چیزایش لذت میبرم چیزایی که بسیار کسا شاید از متوجه هم نشن بله جوابش همین است که فقط من یک آدم عاشق هستم در مجموع بزرگترین آرزو من فکر بکنم در رابطه با این موسیقی است که آرزو همین است که بتانم 20 سال بعدم من یک آدم باشم که 20 سال تجربه بیشتر کسب کرده باشم در این عرصه و چیزای بهترتر و چیزای خوبتر بتونم پیشکش بکنم 20 سال بعد. هدا جان از آبای جان جوینده پرسان کردن که شما همیشه چرا انتخابتون برخلاف دیگه یاورا است؟ یعنی سوال شانی معنا را میده که اگر یاورای دیگه یک اشتراک کننده را انتخاب میکردن در گزینش نادیده آبای جان چوکی خدا هیچ وقت دور نمیداد، اما برعکس وقتی یاورای دیگه انتخاب نمیکرد آبای جان او شخص انتخاب میکرد. سوال بسیار مقبول کردن. من هم کاملا امروشن موافق هستم چون کاملا ذوق‌ها و سلیقه‌ها فرق میکنه در قسمت شناخت آواز، در قسمت رنگ آواز و چیزایی که من کار دارم میاره که پیش من هست برای یک آوازخانه که تازه پای میمونه در این عرصه متفاوت است با دیگه یاور و زیبایی از این داشتن چهار یاور هم در این پروسه همی است که هر یاور سلیقه‌های بخصوص منحصر به فرد خود دارن. ما تا بالا کوشش کردیم که تیم بسیار متفاوت باشه. آوازه که دارم هم سر رنگ های متفاوت است و بچه ها از لحاظ شخصی هم کاملا مردم های متفاوت هستند. نوید ننگرهاری از عبای جان جوینده سوال کردن که به نظر شما از تیم خودتان هم سال برندی آواز افغانستان خواهد بود یا تیم دیگه یاورا؟ یقینا که هر یاور امی اعتماد دارن که تیم خودشان اول خواهد بود. اما هم من فکر میکنم و بسیار مطمئنم هستیم که امسال قسمی که چی میگن سالی که زیباست از بهارش پیداست. ما مرحله گزینش ندیده گذشت و ما خوبترین ها را تانستیم در تیم خود جلب بکنم و بسیار اعتماد دارم که انشاءالله امسال مقام اول از آن ماست. علاقمندان آواز افغانستان، اگر باز هم جوابایتان را نگرفتین از یاورای ما سوالای دگام دارین و میخواین که سوالایتان را جواب بزن میتونین به www.facebook/thevoiceofafghanistan مراجعه کنین و اگر میخواین ویدیوهای مکمل آواز افغانستان را ببینین میتونین به www.youtube/thevoiceofafghanistan مراجعه کنین و اگر میخواین که عکسای یاورای ما را ببینین و سوالات از یاورای ما باز هم دارین میتونین به www.twitter/thevoiceofafghanistan مراجعه کنین. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.